فرونشست زمین اخباری هستش که طی 4-5 سال گذشته به خورد مخاطب دادن و در مورد اون اطلاع رسانی کردن، چه رسانه های داخلی چه رسانه های خارجی. اگر رسانه ها رو مرور کرده باشیم میبینیم که رسانه های مثل بی بی سی و اینترنشنال ماهانه چندین رپورتاج در مورد این خبر میرن و از هان عمومی به جامعه را برای چنین خطری آماده میکنن. به هر صورت اگر نقشه رو نگاه بکنید میبینید که تقریبا 49% جغرافیای ایران و بالای 40 میلیون نفر در این برصورت نقاطی قرار گرفتن که به گفته کارشناسان خطر فرونشست زمین رو داره و به حال مناطقی در تهران مثل مناطق 22 مثل یک بمب ساعتی هست. خواستم این رو در موردش در یک برنامه مفصل صحبت کنم، ولی تا همین حد بدونید که اتفاقی که در به حال ترکیه رخ داده و اون زلزله ای که باعث شدن یک سری از خانه های مردم نابود بشه و یک استانی مثل استان هاکاری عملا با خاک یکسان بشه، هاتایا ببخشید، این هم یکی از پروژه هایی هست در راستای پروژه 25 ساله که قرارداد 25 ساله که با چین اینها امضا کردن، قرار خطوط ترانزیتی و راهن کشیده بشه و بعضی از برصورت مناطق باید صاف بشه. عملا اگر بخوام خیلی روک بهتون بگم باید صاف بشه که بتونن این پروژه ها سریعتر انجام بشه. برای همین طی این مدت دارن تلاش میکنن که این خطر رو اعلام کنن، که شهرهای مثل اصفهان رو هم به عنوان شهرهای پرخطر نام بردن. و میبینیم وقتی پروژه ها رو نگاه میکنیم میبینیم که خب عملا 4 طرف ایران رو در بر میگیره و نشان دهنده این بازی هستش که قراره در ایران پیاده بشه. خواستم به اطلاع دوستان و آشنایان برسونید و بر صورت حالا در گوگل سرچ کنید ببینید آیا شهری که در اون زندگی میکنید در مورد این مسئله اطلاع رسانی شده یا نه، اصلا ببینید در اون جغرافیا هستید. ولی آنجوری که بر صورت گفتم در یک برنامه مفصل صحبت خواهیم کرد، حدود 40 میلیون نفر از مردم ایران در مناطقی هستن که قرار فرونشست رخ بده. حالا این دیر و زود داره، ولی مطمئنا این اتفاق خواهد افتاد. همون بلایی که سر مردم ترکیه آوردن به واسطه هارپ در داخل ایران هم مطمئنا اجرا خواهد شد. تلاش خواهند کرد که خیلی از مناطق رو توسط دولت بخرن، ولی مناطقی که اولا امکانش نیست رو تلاش میکنن به واسطه این اتفاق خالی از سکنه کنن. به این موضوع در برنامه‌های بعدی بیشتر به هر صورت اشاره خواهیم کرد، ولی خواستم این موضوع رو خدمت شما عرض کنم که این رو به عنوان یک خطر در نظر بگیرید و تلاش کنید با مسئولان شهرتون، با اجماعی که به حال در اون شهر دارید، اجتماعی که میتونید برگزاری کنید، بتونید این روندها رو پیگیری کنید و بدونید واقعیت چیه. چون نهایتاً این چیزی که اخبار داره به خورد مخاطب میده به خاطر برداشت از شاهای زیرزمینی هستش و محتملاً این اتفاق اینه یک بمب ساعتی میمونه، ممکنه فردا رخ بده، ممکنه یک سال دیگه، ولی به هر صورت این پروژه در حال اجرایی شدن هستش و متاسفانه باید بگیم که این خطری هستش که برای همه ما ایرانی ها میتونه خانمانسوز باشه.